سرخط خبرها وقوع انفجار در شهرک صدره بغداد دست کم چهار نفر کشته شدند عراقچی مذاکرات فرسایشی شود متوقفش میکنیم حسابرسی از اروپا برای نقض حقوق ایرانیان قتل کودکان با تحریم دارو در کدام اسناد حقوق بشری آمده و حراس اسرائیلی ها از تهدید ایران به انتقام اولمرت آرام باشید سلام بر شما وقتتان به خیر با بسته خبری دیگری از اتاق خبر در خدمت شما هستیم لطفا کانال ما را سابسکرایب کنید و در ادامه با مشروع خبرها همراه من باشید وقوع انفجار در شهرک صدر بغداد دست کم چهار نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهرک صدر بغداد دست کم چهار نفر جان باختند و 17 نفر هم زخمی شدند. یک منبع امنیتی در گفتگو با پایگاه خبری بغداد الیوم گفته یک شیء ناشناخته در منطقه حبیبیه شهرک صدر در شمال شرقی بغداد هنگام عملیات آتش زدن زباله های انباشت شده در این منطقه منفجر شده است. واحد اطلاع رسانی امنیتی هم در بیانیه اعلام کرد انفجار در یکی از بازارهای منطقه حبیبیه در شرق بغداد رخ داده است. این انفجار به شهادت یک غیر نظامی و زخمی شدن دوازده نفر دیگر منجر شد. عراقچی مذاکرات فرسایشی شود متوقفش می کنیم. رئیس تیم مذاکره کننده ایران پیش از شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت اگر مذاکرات به سمت فرسایش پیش برود متوقفش میکنیم به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم عباس اراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در نشست وین پیش از شرکت در نشست کمیسیون برجام با اشاره به رایزنی های فشرده با هیات های حاضر در وین در دو روز اخیر گفت جلسه کمیسیون مشترک امروز مجددا آغاز به کار خواهد کرد و مجددا کار را به شکل رسمی تر شروع می کنیم و امیدواریم کارگروه ها بتوانند در اسرع وقت به موقع تشکیل جلسه دهند و روند را طی کنیم. رئیس تیم مذاکره کننده ایران در نشست وین اظهار داشت همانطور که قبلا گفتیم به دنبال مذاکرات فرسایشی و مذاکراتی که فقط زمان بر بوده و هدف آن فقط مذاکره برای مذاکره باشد به هیچ وجه نیستیم و این را امروز به روشنی خواهیم گفت و در این مسیر هم حرکت خواهیم کرد عراقچی تصریح کرد اگر مذاکرات به سمت سازنده که ما انتظار داریم پیش برود طبیعتا ادامه پیدا می کند. در غیر این صورت با آن برخورد خواهد شد نشست کمیسیون مشترک برجام امروز به صورت حضوری از ساعت 15 به وقت تهران در محل گرند هتل وین آغاز می شود. عباس اراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان ریاست هیئت ایرانی را در این گفتگوها بر عهده دارد نمایندگانی از سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی نیز در این نشست حضور دارند انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عهدهدار ریاست این جلسه است و نمایندگان روسیه چین فرانسه آلمان و انگلستان در این نشست شرکت دارند در این دور از گفتگوها رایزنی های فنی در قالب نشست های کارشناسی در دو حوزه رفع تحریم ها و موضوعات هسته انجام خواهد شد. حسابرسی از اروپا برای نقض حقوق ایرانیان قتل کودکان با تحریم دارو در کدام اسناد حقوق بشر آمده است؟ باغری کنی گفت به سفیر پرتغال گفتم قتل کودکان بیمار به خاطر تحریم دارو و حمایت از تروریست های قاتل 17 هزار ایرانی در کدام بخش از مقررات و اسناد حقوق بشر اروپایی جا دارد علی باغری کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در صفحه شخصی خود نوشت سفیر پرتغال که کشورش رئیس دوره اتحادیه اروپا است دعوت شد و امروز به ستاد آمد نه برای خوشو بش دیپلماتیک بلکه برای حسابرسی از اروپا برای نقض حقوق ایرانیان به سفیر گفتم قتل کودکان به خاطر تحریم دارو و حمایت از تروریست های قاتل 17 هزار ایرانی در کدام بخش از مقررات و اسناد حقوق بشر اروپایی جا دارد اتحادیه اروپا برای اینکه نشان دهد دغدغه حقوق بشر دارد باید با دو گزارشگر بررسی نقش اشخاص اروپایی در وضع و اجرای تحریم و بررسی شرایط بغرنج زندانیان ایرانی در اروپا همکاری کند و حراس اسرائیلی ها از تهدید ایران به انتقام اولمرت آرام باشید. نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با تفره روی از پذیرش مسئولیت حادثه اخیر در نتنز از تهدیدات مقام های جمهوری اسلامی به انتقام گیری از رژیم اسرائیل ابراز نگرانی کرد. اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه رادیویی WABC با تفر روی از پذیرش مسئولیت رژیم صهیونیستی در حادثه نتنز به طور ضمنی از تهدیدات ایران علیه عوامل این خرابکاری ابراز نگرانی کرد وی در حالی که در خصوص نقش رژیم صهیونیستی در حادثه نتنز ابراز بی اطلاعی کرد گفت من مطمئن نیستم اسرائیل این کار را انجام داده باشد و به ایرانی ها توصیه می کنم آرام باشند. روحانی رئیس جمهور ایران صبح روز گذشته در جلسه هیئت دولت در خصوص آغاز غنیسازی 60 درصد ایران گفت راه اندازی آی 6 و غنیسازی 60 درصدی پاسخی به شرارتها ها بود اگر صهیونیست ها بر علیه ملت ما توطئه کردند پاسخ خواهیم داد اولین گام همین بود اولمرت گرچه به ظاهر مدعی شد رژیم صهیونیستی از تهدیدات ایران واهمه ای ندارد اما به نوعی از این تهدیدات ابراز نگرانی کرد وی در این خصوص گفت واقعا این تهدیدات ما را نمی ترساند. ما خیلی از ایران نمی ترسیم. فکر نمی کنم اسرائیل دلیلی برای ترس داشته باشد اما این لفاظی خشونتباری است این تهدیدات غیر ضروری است و برای کسی مفید نیست این مقام سابق رژیم صهیونیستی در ادامه برای تأمین امنیت رژیم اسرائیل به دولت بایدن متوسل شد و گفت اطمینان دارد رئیس جمهور آمریکا امنیت اسرائیل را در نظر میگیرد وی در این خصوص گفت من در خصوص سلابت عزم و تعهد بایدن برای امنیت دولت اسرائیل تردید ندارم بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه از وقوع حادثه در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنیسازی نتنز خبر داد و گفت خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسی است سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه انتقام از رژیم صهیونیستی در زمان و مکانش انجام می شود گفت سانتریفیوش هایی که دیروز در پی حادثه نتنز از مدار خارج شد از نوع IR1 بود و با سانتریفیوش های پیشرفته جایگزین خواهد شد. اولمرت در حالی از نقش رژیم صهیونیستی در حادثه نتنز ابراز بی اطلاعی کرده که آموس یادلین رئیس پیشین دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی در انتقادی از نخست وزیر این رژیم درباره رعایت نکردن سلسله مراتب برای انجام عملیات های حساس امنیتی به سراحت اقدام تروریستی این رژیم در تأسیسات نتنز را تأیید کرده است. سپاسگزارم از همراهی شما تا انتهای خبرها لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید وقت خوش خدانگهدار